سلام عزیزان، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه و شاد و سلامت باشید. امروز اومدیم با هم یه پلمینی خوشمزه که غذای روسی هست درست کنیم. بسیار آسون و همونطور که گفتم خوشمزه است. خب بریم که با هم ببینیم چه موادی رو لازم داریم. آرد برای خمیرمون، شیر، آب، روغن، نمک و اینا مال خمیرمونه. یه مقداری ادویه و زردچوبه و گوشت و پیاز و سیر که مال مواد گوشتمونه. یه مقداری هم شوید میخوان که در آخر وقتی که پلمینیمون آماده شد توی آب غذا میریزیم و پلمینی ها رو میریزیم توی قابلمه. بریم که با هم بریم توی آشپزخونه و خمیر رو آماده بکنیم. شیر و آب رو به آرد اضافه می کنم و همینجور خورد خورد به خورد آرد می دم تا خمیرم یک دست بشه. من اینجا 500 گرم آرد دارم و هر مقدارش که لازم باشه استفاده می کنم. نصف پیمانه شیر دارم، نصف پیمانه آب که اینا رو همطور که میبینین خمیر رو باهاش میسازم. یه کوچولو نمکم میزنم تا دارم خمیر رو آماده میکنم. خمیر رو آماده میکنم، یعنی همجور ورزش میدم تا آرد به خوردش بره. برمیگردم. خیلی آرد نمیزنیم به خاطر اینکه خمیرمون سفت نشه و بتونیم قشنگ حالتش بدیم. خب همونجور که میبینیم خمیر ما جمع شد و الان میذارم برای نیم ساعت استراحت کنه. میرین که گوشت رو با هم آماده کنیم. پیازو پوست میگیرم. میخوایم پیازو حسابی خوردش کنیم که به گوشت اضافه میکنیم. من اینجا برای این مقدار گوشت
یه دونه پیاز زدم. سه تا چهار تا من سیر میندازم توی مواد که خوشتم تر بشه با خود پیازش خورد میکنم که حسابی ریز بشه. یه دونه دیگه هم میندازم. یکم اطرافشو میارم وسط که حسابی پوره بشه و یک کمی پیازمون آب بندازه. یه دور دیگه بزنیم. من توی یکی از ویدیوها دیدم که توی این پیاز یه مقداری آب ریخت، ولی خب من این کار رو نمی کنم چون من همینجوری هم دوست داشتم درست کردم. خوبه، بستگی به پیازتون هم داره که آب بندازه. به نظر من دیگه کافیه. پیاز رو با گوشت قاطی میکنیم. یه مقداری زردچوبه و ادویه داشتم، اینو قاطیش میکنم. و یه مقداری هم نمک. خب گوشتمونو قاطی میکنیم. شما میتونید برای پر کردن پلیمیوتون از مرغ، سبزیجات و حتی مربا میتونید استفاده کنید که صبح بخورید. من الان اینجا از گوشت استفاده کردم. خب این گوشتمونم آماده شد، میذارمش کنار تا خمیر پلمینی رو بیارم و بهتون نشون بدم که چجوری آمادهشون میکنیم. یه مقدار شوید برای داخل اون آب پلمینی میخوایم. البته این مقدار زیاده، من قبلا شوید و شستم، الان یه کمی خوردش میکنم. یه مقدارش برای توی قابلمه میخوایم و یه کمی برای قشنگتر شدنش روی پلمینی میریسیم. یک کوچولو من خوردش کنم. این مقدار زیاد هست، خیلی کم میخواد.
این الان آماده است، میذارمش کنار. بریم سراغ خمیرمون که به شکل پلمونی در بیاریم. خب خمیر رو میارم، استراحتش دادیم نیم ساعت. خمیر لطیفیه، من نصفش رو بر میدارم که پهن کنم و نصف دیگه رو دوباره میذارم، پلاستیک میذارم روش که خوش نشه. یکم آرد میپاشم. صاف پهنش میکنم، هرچی نازکتر باشه بهتر. خمیر رو صاف کردم تا ببینم نازکیش به اندازه که میخوام شده، رسیده. بله، حالا به هر وسیله که میخواین اندازش رو، لیوان، استکان، من اینجا الان از این استکان استفاده میکنم، ببینم که چقدر میشه پیمونیمون کوچولو خوشگل بشه، نه خیلی بزرگ نه خیلی هم کوچیک. قالب میزنم، چند تا قالب زدیم. الان گوشتم توی این فاصله من گذاشتم توی یخچال میارم، بذاریم لای پلمونی. کم دیگه من این رو باز میکنم، یکم از گوش بر میدارم. دو سر خمیر رو به هم میچسبونم به این شکل، بعد اینجا میارم این دوتا رو روی هم به این شکل. این شد یه پلمون. دوباره کم از گوشت رو بر میداریم. دو سر خمیر رو به هم میچسبونیم به این شکل. این انگشتم رو میذارم بینشون و این دوتا رو میارم روی هم به این شکل. یکی دیگه درست میکنم. سر خمیر رو به هم میچسبونم. دوتا رو میارم روی هم و به این شکل. همه رو همینجوری آماده میکنم و براتون دوباره
توضیحشو میدم. شما این غذا رو میتونید این پلمینی ها رو آماده کنید و بذارید توی فریزر، هر وقت که خواستین در میارید و میریزید توی قابلمه که آب گوشت، مرغ، هر چی که دوست داری، آب شیرم که باشه مشکلی نداره، میریزین و تا جوش اومد این پلمینی ها رو میندازین توش. تو اون آب قابلمه حالا هر چی که دوست دارید میتونین بریزین. این پلمینی ها رو میندازید توی قابلمه، تقریبا یه چند دقیقه که جوش خورد بعد دیگه آماده است. یکم شویدم میریزین روش و نوش جان میکنید. وقتی که این پلمینی هاتون آماده باشه داخل فریزر گذاشتین از قبل، برای 20 دقیقه شما میتونین 15 تا 20 دقیقه غذاتون رو سریع آماده کنید. خب من این پلمینی ها رو آماده میکنم و برمیگردم. ته این بشقاب رو من آرد پاشی کردم و این پلمینی ها که آماده کردم میچینم توش. شما اگر خواستید اینها رو فریز بذارید قشنگ توی پلاستیک میذارید و و هر تعدادی که خواستین میذارین توی فریزر. البته باید بذارید یکم اینجوری با فاصله باشه که به هم نچسبه. بعد که یخ زد اونا رو میتونید رو هم بریزید و بذارید توی فریزر دوباره. خب گاز رو روشن میکنم که قابلمه یکم گرم شه و من آب جوشیده به قابلمه اضافه میکنم. حتما باید آب جوش بیاد تا پلمینی ها رو بریزیم توش، به خاطر اینکه حالت خمیری پیدا میکنه و به هم میچسبه. فاصله یکم دیگه آب میذارم جوش بیاد. آب جوش اومده، من چند تا دونه سیر له میکنم میریزم توی آبش. سیر رو ریختم و الان یک کمی نمک به آب اضافه می کنم و یک کم از شویده رو می ریزم توش. روغن هم که یک کم روغن خیلی کم می ریزم. من ساعت میگیرم که پلمینی ها آماده بشه. چون پلمینی ها تازه بود و الان آمادهشون کردیم زودتر میپزه، ولی زمانی که شما فریزش میکنید یه 20 دقیقه زمان میبره. گوشتش هم همونطور که دیدید خام بود، ما
بین این خمیر گذاشتیم، به خاطر همین باید اون زمان طی بشه تا اون گوشت بپزه. خب چیز دیگه نمونده. آماده است. الان من میکشمشون توی ظرف و سروش میکنم. این غذا رو کره و خامه ترش بهش میزنم که من فقط اینجا الان همین شوید رو بهش میزنم.